در دنباله سوره ملک چنین می‌خوانیم: و ما آسمان دنیا را به چراغ‌های رخشان زیب و زیور دادیم و به تیر شهاب آن ستارگان شیاطین را راندیم و عذاب آتش فروزان بر آنها مهیا ساختیم، و برای آنان که به خدای خود کافر شدند عذاب جهنم که بسیار بد منزلگاهی است مهیاست، که چون به آن جهنم در افتند فریاد از آن آتش چون دیگ جوشان می شنوند، و دوزخ از خشم کافران نزدیک است شکافته و قطعه قطعه شود، هر فوجی را که به آتش درافکنند خازنان جهنم به آنها گویند آیا پیغمبری برای رهنمایی شما نیامد؟ آنها در جواب گویند آری رسول حق آمد، ولی ما تکذیب او کردیم، گفتیم که خدا چیزی نفرستاده جز این که شما رسولان سخت به گمراهی و ضلالتید و هیچ چیز دیگری جز این نیست. و آنگاه گویند که اگر ما در دنیا سخن انبیا شنیده و یا به دستور عقل رفتار می کردیم امروز از دوزخیان نبودیم. آنجا به گناه خود معترف شوند که سودی ندارد، و خطاب قهر رسد که اهل آتش را از رحمت حق دوری باد. همانا آن که از خدای خود در پنهان می ترسد آنها را آمرزش و پاداش بزرگ بهشت ابد خواهد بود، و شما سخن پنهان گویید یا آشکار، خدا به اسرار دلها البته آگاه است. آیا آن خدایی که خلق را آفریده عالم به اسرار آنها نیست، و حالان که او به باطن و ظاهر همه امور عالم آگاه است؟ او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید، پس شما در پست و بلندی های آن حرکت کنید و روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوی اوست. آیا از قهر خدایی که در آسمان مقتدر و حکم فرماست ایمنید، که شما را به زمین فرو برد در حالی که زمین چون دریا به موج و استراب در افتد؟ آیا از قهر خدای مقتدری که در زمین و در آسمان حکم فرماست ایمنید که تند بادی بفرستد و بر سر شما سنگ ببارد تا بدانید که وعده عذاب من چگونه است؟ و اممی پیش از اینها رسولان ما را تکذیب کردند و چگونه سخت آنها را هلاک کردیم؟ آیا مرغ هوا را نمی نگرند که بالای سرشان پر گشوده و گاه بی حرکت و گاه با حرکت پرواز می کند؟ کسی جز خدای مهربان آنها را در فضا نگاه نمی دارد که او به احوال همه موجودات کاملا آگاه است؟ آیا آن که سپاه و مددکار شما باشد و همه گونه شما را یاری کند جز خدای مهربان کیست؟ پس به خدا کافران را غرور و فریبی بیش نیست. آیا آن کیست که اگر خدا از شما رزق خود بازگیرد او روزی به شما تواند داد، بلکه به هوای نفس در طغیان و اسیان لجاج ورزیده و از حق اعراض می کند؟ آیا آن کس که سرنگون به رو افتاده یا آن که به راه راست ایمان است کدام بهتر هدایت یافتند؟ ای رسول ما بگو اوست خدایی که شما را از نیستی به هستی آورد و گوش به شما عطا کرد، و حالان که بسیار کم از او شکر گذاری می کنید. ای رسول بازگو اوست خدایی که شما را در زمین برانگیخت و پس از مرگ باز به سوی او محشور می شوید. و کافران به تمسخر گویند این وعده قیامت کی خواهد بود اگر شما راست می گویید؟ بگو علم آن تنها نزد خداست، و من تنها وظیفه ام این است که شما را از عذاب حق بترسانم، که چون کافران آن عذاب سخت را نزدیک خود به چشم مشاهده کنند رخسار آنها زشت و سیاه شود، و به آنها گویند این همان عذابی است که از خدا درخواست می کردید. ای رسول با کافران بگو چه تصور می کنید اگر خدا من و مؤمنانی که با منند همه را هلاک کند یا لطف و رحمت فرماید؟ فرمان او راست. اما آنان که به خدا کافرند که از عذاب دردناک دوزخ نجاتشان خواهد داد؟ ای رسول کافران را بگو او خدای مهربان است که ما مسلمانان به او ایمان آورده و بر او توکل کردیم، و به زودی شما را معلوم شود کیست که آشکارا به ضلالت و گمراهی است. ای رسول ما باز بگو به کافران به دیده تأمل بنگرند که اگر آب که مایه زندگانی شماست صبحگاهی همه به زمین فرو رود،
جز خدا کیست که باز آب گوارا برای شما پدید آرد؟ می رسیم به سوره قلم که در مکه معظمه نازل شده و شامل 52 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت که تو به لطف و رحمت پروردگارت عقل کامل و نعمت نبوت یافتی و هرگز دیوانه نیستی و البته تو را در مقابل خدمت رسالت حق پاداشی نامحدود است و در حقیقت تو بر نیکو خلقی عظیم آراسته ای و به زودی تو و مخالفانت مشاهده می کنید که از شما کدام یک مفتون و دیوانه اند. البته خدا داناتر است که از راه خدا گمراه کیست و بهتر می داند که هدایت یافتگان کیانند. پس تو هرگز از مردم کافری که آیات خدا را تکذیب می کنند پیروی مکن. کافران بسیار مایلند که تو با آنها مداهنه و مدارا کنی تا آنها هم به نفاق با تو مدارا کنند و تو هرگز اطاعت مکن احدی از منافقان را که دائم به دروغ سوگند می خورند، عیبجویی و سخنچینی می کنند و خلق را هرچه بتوانند از خیر و سعادت و ایمان باز می دارند و به ظلم و بدکاری می کوشند. با این همه عیب باز متکبرند و خشن با آنکه حرامزاده و بی اصل و نسبند. پیرو چنین مردمی به خاطر اینکه مال و فرزندان بسیار دارند نباید شد، در صورتی که چون آیات ما را بر او تلاوت کنند گوید این سخنان افسانه پیشینیان است و بس. به زودی بر بینیش داغ شمشیر نهیم، ما کافران را نیز به قحط و سختی مبتلا کنیم، چنان که اهل آن بستان را که شبی قسم خوردند که صبحگاه میوه اش بچینند تا فقیران آن بستان آگاه نشوند و هیچ استثناء نکردند، بدین سبب هنوز به خواب بودند که از جانب خدا آتش عذاب نازل شد و بامدادان نخل‌های آن بستان چون خاکستری سیاه گردید. صبحگاه یکدیگر را صدا کردند که برخیزند تا اگر میوه بستان را خواهند بچینند. رو به نخلستان گذاشتند. وقتی به سوی بستان روان شدند و آهسته سخن می گفتند که امروز مواظب باشید فقیری وارد نشود و صبح دم با شوق و عزم و توانایی به باغ رفتند. چون باغ را به آن حال دیدند از فرط غم با خود گفتند ما یقیناً راه خود را گم کرده ایم، یا اینکه باغ همان است و ما به قهر خدا از میوه‌اش محروم شده ایم. بهترین و عادلترینشان به آنها گفت من به شما نگفتم چرا شکر نعمت و تسبیح خدا به جا نیاوردید و به فقیران احسان نکردید؟ آنان همه گفتند خدای ما منزه است، آری ما خود در حق خیش ستم کردیم و رو به یکدیگر کرده و به ملامت و نکوهش هم پرداختند و با توبه و انابه گفتند ای وای بر ما که سخت سرکش و گمراه بودیم، امیدواریم که پروردگار ما به جای آن بستان بهتری از لطف به ما عطا کند که از این پس ما همیشه به خدای خود مشتاقیم. این گونه است عذاب دنیا و البته عذاب آخرت بسیار سخت‌تر است اگر مردم بدانند. برای متقیان نزد پروردگارشان باغ‌های بهشت پر نعمت خواهد بود. آیا ما هرگز اهل اسلام را با کافران بدکار یکسان قرار می‌دهیم؟ چگونه شما این حکم می‌کنید؟ یا آنکه شما را کتابی است آسمانی در او این حکم می‌خوانید و در آن کتاب هر آنچه به هوای نفس بخواهید نگاشته اند؟ یا شما را بر ما عهد و سوگند دائمی تا روز قیامت است که چنین حکمی به یقین بر نفع خود می‌کنید؟ از آنان بپرس تا کدام در گروی این پیمانند. یا آنها گواهان بر دعوی خود دارند، اگر راست می‌گویند آن گواهان را حاضر کنند، یاد کنند روز سختی را که دامن به میان زنند و به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند. چشمانشان ذلیل و ترسان و حسرت آنها را فرا گرفته و پیش از این در دنیا با تن سالم به اطاعت از خدا فرا خوانده شدند ولی اجابت نکردند. ای رسول، تو کیفر مکذبان و منکران قرآن را به من واگذار که ما آنها را از آنجا که نفهمند به عذاب سخت درافکنیم و آنها را مهلت ده که البته کید و قهر من بسیار سخت است. آیا تو از کافران امت مزد رسالت خواهی
که بار قرامتش برای آنها گران است، یا اینکه از عالم غیب آگاهند تا از آنجا چیزی برنویسند. باز ای رسول، تو برای انکار و آزارشان برای حکم خدای خود صبر کن و مانند یونس که از خشم در عذاب امت تعجیل کرد مباش که پشیمان شد و در ظلمت بطن ماهی به حال غم و اندوه خدا را برای نجات خود فرا خواند. که اگر لطف و رحمت پروردگارش نبود، با نکوهش به کیفر ترک اولی از بطن ماهی دریا به صحرای بی آب و گیاه در افتادی. باز خدایش برگزید و از صالحانش گردانید. ای رسول، نزدیک بود که کافران به چشمان بد چشم زخمت زنند که چون آیات قرآن بشنوند از شدت حسد گویند که این شخص عجب دیوانه است، و حالان که این کتاب الهی جز شرافت و پند و حکمت برای عالمیان هیچ نیست. می رسیم به سوره الحاقه که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 52 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان. قیامت آن روز حق و حقیقت است که حقوق خلق و حقایق امور در آن به ظهور رسد. دانی چه روز هولناک سختی است؟ چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد؟ قوم عاد و ثمود آن قیامت موعود را تکذیب کردند، اما قوم ثمود به کیفر و طغیان هلاک شدند، اما قوم عاد نیز به بادی تند و سرکش به هلاکت رسیدند که آن باد تند را خدا 7 شب و روز پی در پی بر آنها مسلط کرد که دیدی آن مردم گویی ساقه نخل خشکی بودند و به خاک همه در افتادند. آیا هیچ بینی که از آنان اثری باقی باشد؟ و فرعون و اقوام پیش از او و قوم زشتکار لوط به کیفر و خطاکاری برخاستند و با رسول پروردگارشان مخالفت کردند. خدا هم آنان را به عذابی سخت گرفتار ساخت. شما مردم فرزندان توحید که ما چون طوفان دریا بر غرق عالمیان طغیان کرد، شما را به کشتی نشاندیم تا غرق کفار و نجات مؤمنان را مایه پند و عبرت شما مردم قرار دهیم. لکن گوش شنوای هوشمندان این پند و تذکر را شنید یا خیر؟ باز به یاد آر چون در سور اسرافیل 1 بار بدمند و زمین و کوه ها را برگیرند و 1 مرتبه همه را خرد و متلاشی سازند. آنگاه روز موعود آن واقعه بزرگ قیامت واقع گردد و بنای مستحکم آسمان آن روز سست شود و سخت در هم شکافد و فرشتگان بر اطراف آسمان منتظر فرمان حق باشند و عرش پروردگارت را در آن روز برگیرند. آن روز که در پیشگاه حساب شما را حاضر کنند. هیچ کار از اسرار مخفی شما پنهان نخواهد ماند، اما کسی که نامه اعمال او را به دست راستش دهند به اهل محشر گوید بیایید نامه مرا بخوانید. من ملاقات این روز حساب را اعتقاد داشتم. این چنین کس در عیش و زندگانی خوش خواهد بود و در بهشت عالی رتبه ابدی و بهشتی که میوه های آن همیشه در دسترس اوست خواهد بود. از طعام و شراب های لذیذ و گوارای بهشتی هر چه خواهد تناول کند. شما را گوارا باد که این پاداش اعمال ایام گذشته دنیاست که برای امروز خیش ذخیره کردید. و اما آن کس که کتاب عملش به دست چپ دهند گوید ای کاش نامه مرا به من نمی دادند و من هرگز از حساب اعمالم آگاه نمی شدم، یا ای کاش مرگ مرا از چنگ این غصه و عذاب نجات می داد. وای که مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسید و همه قدرت و حشمتم محو و نابود گردید. و خطاب قهر رسد که او را بگیرید و در قل و زنجیر کشید تا به دوزخ درافکنید. آنگاه به زنجیری که طولش 70 ذرع است به آتش درکشند، که او به خدای بزرگ ایمان نیاورده و هرگز مسکینی را بر سفره طعام خود به رغبت نخوانده است. بدین سبب امروز هیچ خیش و دوستداری که به فریادش رسند در اینجا ندارد و طعامی غیر از قسلین
پلیدی دوزخیان نصیبش نیست، که کسی آن طعام را جز اهل دوزخ نمی خورد. قسم به آنچه از آثار حق می بینید و آنچه نمی بینید که قرآن به حقیقت وحی خدا و کلام رسول بزرگواری است و نه سخن شاعری است، گرچه اندکی مردم هوشیار به آن ایمان می آورند، و نه حرف کاهن غیبگو، گرچه اندک مردم متذکر حقایق آن می شوند. این قرآن تنزیل خدای عالمیان است و اگر محمد دروغ به ما سخنی می بست، محققا ما او را به قهر و انتقام می گرفتیم و رگ و تینش را قطع می کردیم و شما هیچ یک بر دفاع از او قادر نبودید. و این قرآن به حقیقت پند و تذکر پرهیزکاران عالم است، و البته ما می دانیم که شما برخی تکذیب آن می کنید و تکذیبش عاقبت مایه ندامت کافران است، و این حق و حقیقت محض است. پس تو ای رسول گرامی، نام خدای بزرگوار خود را به ستایش یاد کن. می رسیم به سوره معارج که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 44 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. سائلی از عذاب قیامت که وقوعش حتمی است از رسول پرسید که آن عذاب برای چه مردمی است؟ بداند که برای کافران است و هیچ کس از آنان نتواند آن را از خود دفع کند، که آن عذاب از قهر خدای مالک آسمان هاست و کسی یارای دفاع آن ندارد. فرشتگان به سوی عرشش بالا روند در روزی که مدتش 50,000 سال خواهد بود. پس تو ای رسول، بی هیچ تشویش صبر نیکو پیش گیر، که این مردم غافل کافر آن روز را بسیار دور از امکان ببینند و ما نزدیک به وقوع می‌بینیم. روزی که آسمان بدان عظمت چون فلز گداخته شود و کوه‌های بدان صلابت مانند پشم زده متلاشی گردد و هیچ کس از خیش خود جویا نشود، چون حقیقت حالشان به آنها بنمایند، آن روز کافر بدکار آرزو کند که کاش توانستی فرزندانش را فدای خود سازد و از عذاب برهد، و هم زن و برادرش و هم خیشان قبیله اش که همیشه حمایتش کردند، و هر که روی زمین است همه را فدای خیش گرداند تا مگر بتواند از آن عذاب نجات یابد، و هرگز به فدا نجات نیابد که آتش دوزخ بر او شعله ور است تا سر و صورت و اندامش پاک بسوزد. دوزخ آنان را می‌خواند که از خدا روی گردانیده و با حق مخالفت کردند و مال دنیا را جمع کرده و همه را ذخیره نمودند، که انسان مخلوقی طبعاً سخت حریص و بی‌صبر است، چون شر و زیانی به او رسد سخت بی‌قراری کند، و چون مال و دولتی به او رو کند بخل ورزد و منع احسان نماید، مگر نمازگزاران حقیقی، آنان که دائم در نماز و ساعت الهی عمر گذرانند، و آنان که در مال و دارایی خود حقی معین و معلوم گردانند تا به فقیران سائل و فقیران آبرومند محروم رسانند، و آنان که روز قیامت و جزا را تصدیق کنند، و آنان که از قهر و عذاب خدای خیش ترسانند، که از عذاب خدا هیچ کس ایمن نتواند بود، و آنان که اندام خود را از شهوترانی نگاه می دارند، مگر بر زنان حلال و کنیزان ملکی خیش که از اعمال شهوت هیچ ملامت ندارند، و هر که غیر از این کند به حقیقت متعدی و ستمکار است، و آنان که امانت و عهد و پیمانشان را رعایت کنند، و آنان که برای شهادت به حق قیام کنند، و آنان که نماز خود را محافظت کنند، آنان که جامع این اوصافند در باغ‌های با عزت و احترام متنعمند. ای رسول، چه شده است کافران را که با تمسخر به جانبت می شتابند و از راست و چپ باز پراکنده می شوند؟ آیا طمع دارند که در بهشت با ناز و نعمت داخل شوند؟ هرگز این نشود که آنها را از چه نطفه پستی آفریده ایم. چنین نیست، سوگند به خدای مشرق و مغرب های عالم که ما قادریم که به جای آنها خلقی بهتر از آنها بیافرینیم، و هرگز کسی به قدرت بر ما سبقت نخواهد یافت.
پس تو ای رسول آنها را به کفر و زلالت خود واگذار که به بازیچه دنیا دل ببازند تا به روزی که وعده عذاب آنهاست روبرو شوند. آن روزی که به سرعت سر از قبرها برآورده و به سوی بت‌ها و نتیجه پرستش غیر خدا می شتابند، در حالی که چشمهایشان از هول و وحشت قیامت به خاری فرو افتاده و ذلت کفر و اسیان بر آنها احاطه شده است. این همان روزی است که رسولان حق به آنها وعده دادند. می رسیم به سوره نوح که این سوره در مکه معظمه نازل شده و شامل 28 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، ما نوح را به سوی قومش به رسالت فرستادیم و امر کردیم که قوم را به اندرز و پند بترسان پیش از آن که برای آنان عذاب دردناک مهیا شود. نوح به امر حق آمد و گفت ای قوم من، برای شما رسولی مهربان هستم که شما را با بیانی روشن از عذاب قهر خدا می ترسانم و از خیرخواهی می گویم که خدای را به یکتایی بپرستید و پرهیزکار باشید و مرا پیروی کنید تا خدا به لطف و کرم از گناهان شما درگذرد و اجلتان را تا وقت معین به تأخیر افکند، که اجل الهی چون وقتش فرا رسد اگر بدانید دیگر هیچ تأخیر نیفتد. قوم نوح نگرویدند. پس نوح گفت بار الها، من آنچه قوم را شب و روز دعوت کردم، دعوت و نصیحتم جز بر فرار و اعراض آنها نیفزود و هرچه آنان را به مغفرت و آمرزش تو خواندم، انگشت بر گوش نهادند و جامه بر رخسار افکندند و بر کفر اصرار و لجاج ورزیدند و سخت راه تکبر و نخوت پیمودند. باز هم آنها را به صدای بلند دعوت کردم و آنگاه آنها را آشکارا و علنی خواندم و در خلوت و پنهانی خواندم، به هیچ وجه اثری در آنها نکرد. باز گفتم ای مردم، به درگاه خدای خود توبه کنید و آمرزش طلبید که او بسیار خدای آمرزنده است، تا باران آسمان را بر شما فراوان نازل کند و شما را به مال بسیار و پسران متعدد مدد فرماید و باغ‌های خرم و نهرهای جاری به شما عطا کند. چرا شما مردم خدای را به عظمت و وقار یاد نمی کنید و حالان که او شما را به انواع خلقت و شکل‌های گوناگون بیافرید تا نشانهای حکمت با عظمتش در خود مشاهده کنید؟ آیا ندیدید که خدا چگونه هفت آسمان را به طبقاتی محکم خلق کرد و در آن سماوات ماه شب را فروغی تابان و خورشید روز را چراغی فروزان ساخت؟ و خدا شما را مانند نباتات مختلف از زمین برویانید، آنگاه بار دیگر پس از مرگ به زمین بازگردند و دیگر بار هم شما را از خاک در روز حساب برانگیزد و زمین را برای شما بگسترانید تا در زمین راه‌های مختلف برای تحصیل معاش و معاد بپیمایید. نوح گفت پروردگارا، با این همه تبلیغ رسالت و اتمام حجت باز این قوم مرا مخالفت کردند و پیرو کسی شدند که او خود مال و فرزندانش هم جز بر زیانش نیفزوده است و بر ضد من بزرگترین مکرها و حیله ها را به کار برده اند. و خلاصه قوم نوح گفتند هرگز خدایان خود را رها نکنید و به خصوص دست از پرستش بتان هرگز بر ندارید، و آنها بسیاری از خلق را گمراه کردند. نوح در حق مشرکان نفرین کرد که خدا یا تو ستمکاران را جز بر زلالت و عذابشان میفزای، و آن قوم از کثرت کفر و گناه عاقبت به دریا غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا برای خود هیچ یار و یاوری نیافتند. و نوح عرض کرد پروردگارا، تو هم این کافران را هلاک کن و از آنها بروی زمین یکی باقی مگذار. اگر از آنها هر کرا باقی گذاری، بندگان پاک با ایمانت را گمراه می کنند و فرزندی هم جز بدکار و کافر از آنان به ظهور نمی رسد. و بارلاها، مرا پدر و مادر من و هر که با ایمان به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان عالم را ببخش و بیامرز و ستمکاران را جز بر هلاک و عذابشان میفزای. می رسیم به سوره جن که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 28 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان، ای رسول ما بگو مرا وحی رسیده که گروهی از جنیان آیات قرآن را هنگام قرائت من استماع کرده اند
و پس از شنیدن گفته اند که ما از قرآن آیات عجیبی می شنویم. این قرآن خلق را به راه خیر و صلاح هدایت می کند، بدین سبب ما به آن ایمان آورده و دیگر هرگز به خدای خود مشرک نخواهیم شد و همانا بسیار مرتبه است شأن و اقتدار پروردگار ما و هم جفت و فرزندی هرگز پروردگار ما نگرفته است. و البته سفیهان و بیخردان به خدا دروغ بستند که به او فرزندی مسیح و عزیز و فرشتگان را نسبت دادند و ما چنین میپنداشتیم که هرگز هیچ قومی بر خدای متعال دروغ و افترا نخواهد گفت و همانا مردانی که از نوع بشر به مردانی از گروه جن پناه می بردند بر غرور و جهالتشان سخت می افسودند و آنها هم مانند شما آدمیان گروهی کافر شده و گمان کردند که خدا احدی را به قیامت زنده نخواهد کرد و جنیان گفتند ما پیش از این به آسمان بر می شدیم لکن یافتیم که آنجا فرشته نگهبان با قدرت و تیر شهاب فراوان و بسیار است و ما پیش از شنیدن قرآن در کمین شنیدن سخنان آسمانی و اسرار وحی می نشستیم. اما اینک هر که از اسرار وحی الهی سخنی بخواهد شنید، تیر شهاب و آتش قهر در کمینگاه اوست و ما هنوز نمی دانیم که آیا عاقبت مردم زمین این مذاهب شر و فساد را برای خود خواستند یا که خدای آنها که برای آنان قرآن را فرستاده و خیر و صلاح آنها را منظور می دارد. و همانا برخی از ما صالح و نیکوکار هستیم و برخی برخلاف آن. عقیده و اعمال ما هم بسیار متفرق و مختلف است و ما چنین دانسته ایم که هرگز بر قدرت خدا غلبه و از محیط اقتدارش فرار نتوانیم کرد و ما چون به آیات قرآن گوش فرادادیم برخی هدایت یافته و ایمان آوردیم و هر که به خدای خود ایمان آورد دیگر از نقصان خیر و ثواب و از احاطه رنج و عذاب بر خود هیچ نترسد و از ما جنیان هم بعضی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند و آنان که اسلام آورده اند راستی به راه رشد و ثواب شتافتند و اما ستمکاران ما هیزم آتش جهنم گردیدند و اگر که بر طریقه اسلام و ایمان پایدار بودند البته برای آنها آب فراوان و رزق وسیع نصیب می‌گردانیم تا به آن نعمت آنها را امتحان و آزمایش کنیم و هر که از یاد خدای خود اعراض کند خدا به عذابی بسیار سخت معذبش گرداند. مساجد مخصوص خداست، پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید و چون بنده خاص محمد برای آن که خدا را بخواند قیام کرد طایفه جنیان گرد او ازدحام کردند که نزدیک بود بر سر هم فرو ریزند. ای رسول، به خلق بگو من خدای خود را به یگانگی می پرستم و هرگز احدی را با او شریک نمی گردانم و باز بگو من مالک و قادر بر خیر و شر شما نیستم. باز ای رسول بگو ابدا کسی مرا از قهر خدا در پناه نتواند گرفت و به غیر او هیچ گریزگاهی هرگز نخواهم یافت. تنها مأمن و پناه من ابلاغ احکام خدا و رسانیدن پیغام الهی است و هر که نافرمانی خدا و رسول او کند البته کیفر او آتش دوزخ است که در آن تا ابد مخلد است تا روزی که عذاب موعود خود را به چشم ببیند. آن زمان خواهد دانست که تو و آنها کدامتان یارانش ضعیف و ناتوانتر و سپاهیانش کمتر است. ای رسول بگو من خود ندانم که عذاب موعود شما وقتش نزدیک است یا خدا تا آن روز مدت بسیاری قرار داده است. او دانای غیب عالم است و هیچ کس بر عالم غیب او آگاه نیست مگر آن کس از رسولان که خود برگزیده است که برای محافظت او فرشتگان را از پیش رو و پشت سر می فرستد تا بداند که آیا آن رسولان پیغام های پروردگار خود را به خلق کاملا می رسانند. خدا به آنچه نزد رسولان است احاطه کامل دارد و به شماره هر چیز در عالم به خوبی آگاه است. سوره مزمل در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 20 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسولی که در جامعه خود خفته ای، شب را به نماز و طاعت خدا برخیز و به تلاوت آیات قرآن با توجه کامل مشغول باش. ما به وحی خود کلام بسیار سنگین قرآن را بر تو القا می کنیم. البته نماز شب بهترین شاهد اخلاص و صفای قلب و دعوی صدق ایمان است. تو را روز روشن در طلب روزی وقت کافی و فرصت وسیع است.
و دائم در شب و روز نام خدا را یاد کن و به کلی از غیر او علاقه ببر و به او پرداز. همان خدای مشرق و مغرب عالم که جز او هیچ خدایی نیست، او را برای خود وکیل و نگهبان اختیار کن و بر طعن و یابگویی کافران و مکذبان صبور و شکیبا باش و به طرزی نیکو از آنان دوری گزین و کار آن کافران مغرور نعمت و مال را به من واگذار و اندک زمانی به آنها مهلت ده تا وقت انتقام فرا رسد، که البته نزد ما قل و زنجیر عذاب و آتش دوزخ برای کیفر کافران مهیاست و تعامی که از فرط قصه و اندوه گلوگیر آنها می شود و عذاب دردناک برای آنها آماده است. آن روزی که زمین و کوه ها به لرزه درآید و تل ریگی شود و چون موج روان گردد، ما برای شما رسولی فرستادیم که شاهد اعمال شماست، چنان که برای فرعون هم رسول فرستادیم، تا فرعون نافرمانی آن رسول کرد، ما هم او را به قهر و انتقام سخت بگرفتیم. پس اگر امروز به خدا کافر شوید، باز چگونه از عذاب حق نجات یابید در روزی که کودک از هول و سختی آن پیر شود و آسمان شکافته شود و وعده ثواب و عقاب الهی به وقوع انجامد؟ این قرآن برای تذکر و یادآوری فرستاده شد تا هر که بخواهد راهی به سوی خدا پیش گیرد. خدا به حال تو آگاه است که تو و جمعی از آنان که با تو اند اغلب نزدیک دو سلس یا نصف یا لااقل سلس شب را همیشه به طاعت و نماز می پردازی و خداست که گردش روز و شب را مقدر می کند. خدا می داند که شما هرگز تمام ساعات شب را به عبادت نخواهید پرداخت، لذا از شما درگذشت تا هرچه از شب را آسان است به تلاوت قرآن پردازید. خدا بر احوال شما آگاه است که برخی مریض و ناتوانید و برخی به سفر برای کسب و تجارت از کرم خدا روزی می طلبید و برخی در راه خدا به جنگ و جهاد مشغولید. پس در هر حال آنچه میسر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید و نماز به پا دارید و زکات مالتان به فقیران بدهید و به خدا قرض نیکو دهید و هر عمل نیکی را برای آخرت خود انجام دهید که پاداش آن را نزد خدا بیابید و آن اجر و ثواب آخرت بسی بهتر و بزرگتر است. و دائم به دعا از خدا آمرزش طلبید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره مدثر در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 56 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسولی که خود را به لباس پیچیده ای، برخیز و به اندرز و پند خلق را خدا ترس گردان و خدای را به بزرگی و کبریایی یاد کن و لباس جان و تن را از هر عیب و آلایش پاک و پاکیزه دار و از ناپاکی به کلی دوری گزین و بر هر که احسان کنی ابدا منت مگذار و برای خدا صبر و شکیبایی پیش گیر تا آنگاه که سور اسرافیل را بدمند. آن روز بسیار روز سختی است. کافران را هیچ گونه در آن روز راحتی و آسایش نیست. ای رسول، به من واگذار کار انتقام آن کس را که من او را تنها آفریدم و به او مال و ثروت فراوان بذل کردم و پسران بسیار نصیب گردانیدم و اقتدار و مکنت و عزت دادم و باز هم از من طمع افزونی آن دارد. هرگز بر نعمتش نیفزایم که او با آیات و رسول ما دشمنی و عناد ورزید. به زودی او را به آتش دوزخ درافکنیم. اوست که فکر و اندیشه بدی کرد و چقدر خدایش بکشد که اندیشه غلطی کرد، باز هم خدایش بکشد که چه فکر خطایی نمود. پس از همه مکر و تدبیر بر دشمنی رسول باز اندیشه کرد، رو ترش کرد و چهره در هم کشید. آنگاه روی از اسلام و قرآن گردانید و تکبر و نخوت آغاز کرد و گفت این بجز سحر و بیان سحرانگیزی هیچ نیست. این آیات گفتار بشری بیش نیست. ما این منکر و مکذب قرآن را به کیفر کفر به آتش دوزخ درافکنیم و تو چگونه توانی یافت که سختی عذاب دوزخ تا چه حد است؟ شراری آن دوزخ از دوزخیان هیچ باقی نگذارد و همه را بسوزاند و محو گرداند و آن آتش بر آدمیان رو نماید. بر آن آتش 19 تن موکلند و ما خازنان دوزخ را غیر فرشتگان عذاب قرار ندادیم و عدد آنها را جز برای فتنه و محنت کفار 19 نگردانیدیم تا اینکه اهل کتاب هم
یقین کنند که ذکر این عدد مطابق تورات و انجیل البته به وحی خداست و ایمان آرند و آن بر یقین مؤمنان هم بیفزاید. و دیگر در دل اهل کتاب و مؤمنان با اسلام هیچ کس شک و ریبی نداشته باشد. و کافران نیز به طعنه نگویند خدا از این مثل چه منظور داشت، بلی چنین قرار داد تا هر که را خواهد به زلالت بگذارد و هر که را خواهد هدایت نماید. و هیچ کس از عده بی حد لشکرهای پروردگار غیر او آگاه نیست. و این آیات جز برای پند و موعظه بشر نخواهد بود. قسم به ماه و قسم به شب تار چون باز گردد و قسم به صبح نبوت چون جهان را روشن سازد، که این قرآن یکی از بزرگترین آیت خداست، پند و اندرز آدمیان است تا از شما آدمیان هر که بخواهد پیش افتد یا باز ماند. هر نفسی در گروی عملی است که انجام داده است، مگر اهل یمین، آنان در باغ‌های بهشت متنعمند. وای بر احوال دوزخیان گناهکار، گویند که شما را چه عمل به عذاب دوزخ درافکند؟ آنان جواب دهند که ما از نمازگزاران نبودیم و مسکینی را طعام ندادیم و ما با اهل باطل به بطالت پرداختیم و ما روز جزا را تکذیب کردیم تا آنکه به مرگ یقین به قیامت راه یافتیم. پس در آن روز شفاعت شفیعان در حق آنان هیچ پذیرفته نیست. اینک چرا از یاد آن روز سخت خود اعراض می کنند؟ گویی خران گریزانی هستند که از شیر درنده می گریزند. هر یک از آنها می خواهند که برایشان صحیفه وحی آسمانی بازآید. هرگز این نخواهد شد. چنین نیست که آنها پنداشتند. قرآن محققاً همه پند و اندرز است تا هر که خواهد متذکر حق شود. میرسیم به سوره قیامت که در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به روز بزرگ قیامت و قسم به نفس پرحسرت و ملامت. آیا آدمی پندارد که ما دیگر ابداً استخوان‌های پوسیده او را باز جمع نمی‌کنیم؟ ولی ما قادریم که سرانگشتان او را هم درست گردانیم. بلکه انسان می‌خواهد آنچه از وعده بهشت و دوزخ خدا فرموده همه را تکذیب کند و هرچه در پیش است همه را به فجور و هوای نفس گذراند. می‌پرسد چه روز قیامت و حساب خواهد بود؟ بگو روزی که چشم‌های خلقان از وحشت و هول خیره ماند و ماه تاریک شود و میان خورشید و ماه جمع گردد و در آن روز انسان گوید کجا مفر و پناهی خواهد بود؟ هرگز مفری نیست. آن روز جز درگاه خدا آرامگاهی هیچ نیست. آن روز آدمی به هر نیک و بدی که در مقدم و مؤخر عمر کرده از نتیجه همه آگاه خواهد شد و انسان خود بر نیک و بد خیش آگاه است. با شتاب و عجله زبان به قرائت قرآن بگشا که ما خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و برای تو فراخوانیم و آنگاه که برخواندیم تو پیرو قرآن باش. پس از آن بر ماست که حقایق آن را بر تو بیان کنیم. بلکه تمام مردم دنیا نقد عاجل را دوست دارند و به کلی کار آخرت و نشانه قیامت را همه واگذاردند. آن روز رخسار طایفه‌ای از شادی برافروخته و نورانی است، طایفه‌ای که به چشم قلب جمال حق را مشاهده می‌کنند و رخسار گروهی دیگر عبوس و غمگین است که می‌دانند حادثه ناگواری در پیش است که پشت آنها را می‌شکند. چنین نیست که منکران قیامت پنداشتند باش تا جانشان به گلو رسد و گویند کیست که چاره درد این بیمار تواند کرد؟ و بیمار خود قصد مفارقت از دنیا کند و ساقهای پا به هم در پیچد. در آن روز خلق را به سوی خدا خواهند کشید. آن روز وای بر ابو جهل که حق را تصدیق نکرد و نماز و طاعتش به جای نیاورد، بلکه خدا را تکذیب کرد و از حکمش روی بگردانید و آنگاه با تکبر و نخوت به سوی اهل خیش روی آورد. به آن ابو جهل خطاب شد وای بر زندگی و صد وای بر مرگ تو، پس وای بر برزخ و صد وای بر روز محشر تو. آیا آدمی پندارد که او را از تکلیف ثواب و عقاب واگذارند؟ آیا در اول قطره آب منیعی نبود و پس از نطفه خون بسته و آنگاه آفریده و آراسته گردید؟
پس آنگاه از دو صنف نر و ماده پدید آمد. آیا چنین خدای با قدرت و حکمت باز نتواند پس از مرگش زنده گرداند؟ می رسیم به سوره دهر که در مدینه طیبه نازل شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. آیا بر انسان روزگارانی نگذشت که چیزی لایق ذکر هیچ نبود؟ ما او را از آب نطفه مختلط خلق کردیم و دارای قوای چشم و گوش گردانیدیم. ما به حقیقت راه حق و باطل را به انسان نمودیم، حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند. ما برای کیفر کافران قل و زنجیرها و آتش سوزان مهیا ساخته ایم و نیکوکاران عالم در بهشت از شرابی نوشند که طبعش در لطف و رنگ و بوی کافور است. از سرچشمه گوارایی آن بندگان خاص خدا می نوشند که به اختیارشان هر کجا خواهند جاری می شود، که آن بندگان نیکو به عهد و نذر خود وفا می کنند و از قهر خدا در روزی که شر و سختیش همه اهل محشر را فراگیرد می ترسند و هم بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی طلبیم. ما از قهر پروردگار خود می ترسیم. خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنها روی خندان و دل شادان عطا نمود و پاداش آن صبر کامل برایشان باغ بهشت و لباسشان حریر بهشتی بود که در آن بهشت بر تختها تکیه زنند و آنجا نه آفتابی سوزان ببینند و نه سرمای شدید و سایه درختان بهشتی بر سر آنها و میوه‌هایش در دسترس و به اختیار آنهاست. و چون آن جایگاه نیکو را مشاهده کنی، عالمی پر نعمت و کشوری بی نهایت بزرگ خواهی یافت. بر بالای سر بهشتیان لطیف دیبای سبز و حریر گسترده است و بر دست هایشان دست بند نقره خام و خدایشان شرابی پاک و گوارا بنوشاند. این بهشت بدین نعمت و عظمت به حقیقت پاداش اعمال شماست و سعیتان در راه طاعت حق مقبول است. ای رسول، محققاً ما این قرآن عظیم الشان را برای تو فرستادیم. به شکرانه آن بر اطاعت حکم پروردگار صبور و شکیبا باش و هیچ از مردم بدکار کفرگیش اطاعت مکن و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد کن و شب را برخی در نماز به سجده خدا پرداز و از شام دراز را به تسبیح و ستایش او صبح گردان. این مردم کافر غافل همه دنیای نقد عاجل را دوست می دارند و آن روز قیامت سخت سنگین را به کلی از یاد می برند. ما اینان را آفریدیم و محکم بنیان ساختیم و هر که بخواهیم همه را فانی ساخته و مانندشان قومی دیگر خلق می کنیم. این آیات پند و تذکری است تا هر که بخواهد راهی به سوی خدای خود پیش گیرد و آنها یعنی اولیاء حق چیزی جز آنچه خدا بخواهد نمی خواهند. البته خدا به احوال خلق دانا و به صلاح بندگان آگاه است. خدا هر که را بخواهد در رحمت خود داخل گرداند و برای ستمکاران عالم عذاب دردناک مهیا ساخته است. می رسیم به سوره مرسلات که در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به رسولانی که از پی هم بر خیر و سعادت خلق فرستاده شدند و قسم به فرشتگانی که به سرعت تند باد به انجام حکم حق می شتابند و قسم به آنها که وحی حق و شرع الهی را در جهان نیکو نشر می دهند و قسم به حق آنان که حق و باطل را کاملا جدا می کنند و قسم به آنها که ذکر خدا و کتاب الهی را به انبیا وحی می کنند تا عذر و حجت نیکان و بیم و تهدید بدان شود. قسم به همه اینان که آنچه به شما وعده دادند البته واقع خواهد شد. چه وقت؟ وقتی که ستارگان همه بی نور و محو شوند و آسمان را بشکافند و کوها پراکنده شوند و به رسولان وقت گواهی بر امتان را اعلام کنند. برای چه وقت وعده حق معین شد؟ برای روز قیامت، همان روزی که بین حق و باطل جدایی افتد. و تو چگونه توانی عظمت و سختی آن روز خدایی را تصور کنی؟ آن روز وای به حال منکران خدا و قیامت و مکذبان کتاب و رسالت. آیا ما پیشینیان را
به کیفر کفر هلاک نکردیم، از پی آنها هم قومی دیگر را نیز هلاک می کنیم. ما بدکاران عالم را همین گونه هلاک می سازیم. آن روز وای به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بیقدر بدین زیبایی نیافریدیم؟ آن نطفه را به قرارگاه رحم منتقل ساختیم تا مدتی معین و معلوم، و ما نیکو مقتدر حکیمی هستیم. آن روز وای به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. آیا ما زمین را کفایت برای هر امر بشر قرار ندادیم تا زندگان روی زمین تعیش کنند و مردگان درونش پنهان شوند؟ و در زمین کوههای بلند برافراشتیم و از ابر و باران به شما آب زلال گوارا نوشانیدیم. وای آن روز به حال آنها که آیات خدا را تکذیب کردند. خطاب رسد: ای منکران، شما امروز به سوی آن دوزخی که تکذیب کردید بروید، بروید زیر سایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب شما را احاطه کند. آنجا نه سایه خواهد بود و نه از شرار آتش هیچ نجاتی دارند. آن آتش هر شراری بیفکند شعله اش مانند قصری است، گویی آن شراره به شتران زرد موی مانند است. وای آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. این روزی است که کافران سخنی نتوانند گفت و به آنها رخصت عذرخواهی نیز نخواهند داد. وای آن روز به حال آنها که آیات خدا را تکذیب کردند. این روز فصل است که شما را با همه درگذشتگان پیشین به عرصه محشر جمع گردانیم. پس اگر فکر و حیلتی بر نجات خود توانید حیلت کنید. وای آن روز به حال آنها که آیات خدا را تکذیب کردند. آن روز سخت بندگان با تقوا و پرهیز در سایه درختان بهشت و طرف نهرهای جاری متنعمند و از هر نوع میوه مایل باشند فراوان فراهم است. به آنها خطاب شود که از هر طعام و شراب بخواهید بخورید و بیاشامید که شما را گوارا باد پاداش اعمال نیکی که در دنیا به جا آوردید. ما البته نیکوکاران عالم را چنین پاداش می دهیم. وای آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. ای کافران، شما هم بخورید و تمتع برید به عمر کوتاه دنیا که شما بسیار مردم بدکاری هستید. آن روز وای به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند و هرگاه به آنها گفته شد که نماز و طاعت خدا را به جای آرید اطاعت نکردند. آن روز وای به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. شما پس از آیات خدا که آن را تکذیب کردید باز به کدامین حدیث ایمان می آورید؟ می رسیم به سوره نبأ که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 40 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. مردم از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می کنند؟ از خبر بزرگ قیامت که در آن با هم به جدل و اختلاف کلمه برخاستند؟ چنین نیست که منکران پنداشتند به زودی خواهند دانست و البته به زودی آگاه می شوند که آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم و کوه‌ها را نگهبان آن نساختیم و شما را جفت زن و مرد نیافریدیم و خواب را برای شما مایه قوام حیات و استراحت قرار ندادیم و پرده سیاه شب را ساتر احوال خلق نگردانیدیم و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر نداشتیم و بر فراز آنها هفت آسمان محکم را بنا نکردیم و چراغی چون خورشید رخشان بر نیفروختیم و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو نریختیم تا بدان آب دانه و گیاه روید و باغ‌های پردرخت پدید آوردیم. همانا روز فصل، روز قیامت و وعدگاه خلق است. آن روزی که در سور بدمند و فوج فوج به محشر درآیند و درهای آسمان در ابواب مختلف گشوده شود و کوه‌ها به مانند سراب گردد. همانا دوزخ در انتظار بدکاران است. آن دوزخ جایگاه مردم سرکش و ستمکار است که در آن قرنها عذاب کشند. هرگز در آنجا قطره آب سرد و شراب طهور نیاشامند
مگر آبی پلید و سوزان که حمیم جهنم است به آنها دهند، که با کیفر اعمال آنها موافق است، زیرا آنها به حقیقت امید به روز حساب نداشتند و آیات ما را از فرط نادانی و جهالت سخت تکذیب کردند، و حالان که حساب هر چیز را ما در کتابی رقم کرده ایم. پس بچشید که هرگز بر شما چیزی جز رنج و عذاب دوزخ نیفزاییم. متقیان را در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آسایش است، باغ‌ها و تاکستان هاست و دختران که همه در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند و جام‌های پر از شراب طهور، هرگز سخن بیهوده و دروغ نشنوند. این مزدی به عطا و حساب پروردگار توست، خدایی که آسمان‌ها و زمین و همه مخلوقاتی که در بین آسمان و زمین است بیافریده. خدایی مهربان است که در عین مهربانی کسی از قهر با او به گفتگو لب نتواند گشود. روزی که آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف بندند و به نظم برخیزند و هیچ کس سخن نگوید جز آن کس که خدای مهربانش اذن دهد و او سخن به ثواب گوید، چنین روزی حتمی خواهد بود. پس هر که می خواهد نزد خدای خود در آن روز مقام و منزلتی یابد. ما شما را از روز عذاب که نزدیک است ترسانده و آگاه ساختیم، روزی که هر کس که هرچه از نیک و بد کرده در پیش روی خود حاضر بیند و کافر در آن روز آرزو کند که ای کاش خاک بود تا چنین به آتش کفر نمی سوخت. می رسیم به سوره النازعات که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 46 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به فرشتگانی که جان کافران را به سختی بگیرند و قسم به فرشتگانی که جان اهل ایمان را به آسایش و نشاط ببرند و قسم به فرشتگانی که در کمال فرمان حق را انجام دهند. قسم به فرشتگانی که در نظم عالم از هم پیشی جسته و بر هم سبقت گیرند. قسم به فرشتگانی که به فرمان حق به تدبیر نظام خلق می کوشند. چه قیامتی و حشری خواهد آمد، روزی که جهان را بلرزاند. در آن روز سخت دلها هراسان شود، مردم از ترس چشمها به زیر افکنند. مردم غافل ز دنیا گویند آیا ما پس از مرگ باز زندگانی دیگر خواهیم یافت؟ چگونه چون مردیم و استخوان ما پوسید زنده خواهیم شد؟ و گویند در صورتی که دیگر بار زنده شویم بسی زیانکار خواهیم بود. آنها جز یک صدای مهیب نشنوند و بدان صدا ناگاه همه از خاک برشوند و به صحرای قیامت ره سپار گردند. آیا خبر موسی عمران به تو رسیده؟ آنگاه که خدا او را در وادی مقدس ندا کرد که برای هدایت و اتمام حجت به سوی فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است، و بگو میل داری که پاکیزه شوی و تو را به راه خدایت هدایت کنم تا به درگاه عظمت و قدرت او خاشع و فروتن شوی؟ پس موسی آیت و معجزه بزرگ بر او نمود، اما فرعون تکذیب و نافرمانی کرد. پس از آنکه معجزات موسی را دید باز روی از حق بگردانید و به جهد و کوشش برخاست. پس با رجال بزرگ دربار خود انجمن کرد و از غرور و تکبر گفت منم خدای بزرگ شما. خدا هم در اثر این غرور و سرکشی او را به عقاب دنیا و آخرت گرفتار کرد تا به هلاکت او اهل معرفت عبرت گیرند. آیا بنای شما آدمیان استوارتر است یا بنای آسمان بلند که سقفی بس بلند ستون و استوار است و شامش را تیره ساخت و روزش را روشن گردانید و زمین را پس از آن بگسترانید و در آن آب و گیاه پدید آورد و کوه‌ها را عماد آن ساخت تا از آن آب و گیاه اوت شما و چارپایانتان تأمین شود؟ پس چون آن واقعی بزرگ پدید آید، روزی است که آدمی هر چه کرده به یاد آورد و دوزخ برای بینندگان آشکار شود. پس هر کس از حکم خدا سرکشی کند و زندگی دنیا را انتخاب کند، دوزخ جایگاه اوست
و هر کس از حضور در پیشگاه عز او بترسد و از هوای نفس دوری جوید، همانا بهشت منزلگاه اوست. ای رسول ما، از تو باز سؤال کنند که قیامت چی برپا می شود؟ تو را کاری با آنها نباشد، چون تو بسیار برای آنها یادآوری کرده ای و از تو نپذیرفته اند. کار آن ساعت به خدا منتهی می شود. تو را جز این نباشد که اهل ایمان را هر کس از یاد آن روز هراسان می شود، به احوال آن روز آگاه سازی، چون آن روز بر مردم پدیدار شود، گویی همه عمر دنیا شبی تا صبح یا روزی تا شام بیش نبوده است. می رسیم به سوره عبسه که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 42 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. چرا عبوس و ترش رو گشت چون آن مرد نابینا حضورش آمد؟ و تو چه می دانی؟ ممکن است او مردی پارسا و پاکیزه صفات باشد، یا به یاد خدا آید و ذکر حق او را سودمند افتد. اما آنکه داراست، چرا تو ای رسول به او توجه کنی؟ در صورتی که اگر او از کفرش به ایمان و پارسایی نپردازد بر تو تکلیفی نیست. اما آن کس که به سوی تو میشتابد و او مرد خدا ترس و با تقوایی است، تو از توجه به او خودداری میکنی؟ این روانی است که آیات حق برای پند و تذکر است، تا هر که بخواهد پند گیرد. آیات الهی در صفحات مکرم نگاشته است که آن صفحات بسی بلند مرتبه و پاک و منزه است و به دست سفیران حق سپرده شده است که ملائکه مقرب و عالی رتبه و با حسن و کرامتند. ای کشته باد انسان بی ایمان، چرا تا این حد کفر و عناد می برزد؟ از چه چیز خلق شده است؟ از آب نطفه خدا بدین صورت خلقتش فرمود، سپس راه کمال را برای او سهل و آسان کرد، آنگاه به وقت معین او را بمیراند و به خاک سپرد و سپس هر وقت خواهد باز او را از قبر برانگیزد. مگر این نیست که بشر کافر آنچه خدا امر کرد به جا نیاورد؟ مگر آدمی به قوت و قضای خود به چشم خرد نمی نگرد که ما آب باران را فرو ریختیم، آنگاه خاک زمین را بشکافتیم و حبوبات برای غذا برویانیدیم و باغ انگور و نباتاتی که باز برویند و درخت زیتون و نخل خرما و باغها و جنگلهایی پر از درختان کهن و انواع میوه‌های خوش و علفها و مرتعها، تا شما آدمیان و حیوانات شما از آن بهره‌مند شوند. آنگاه که آن صدای بلند و ندای حق به گوش همه خلق برسد، آن روز که هر کس از برادرش می گریزد و از مادر و پدرش و از زن و فرزندش، در آن روز هر کس چنان گرفتار شأن و کار خود است که به هیچ کس نتواند پرداخت. آن روز طایفه ای رخسارشان فروزان است و خندان و شادمانند و رخسار گروهی گردآلود است و برویشان خاک نشسته. آنها کافران و بدکاران عالمند. می رسیم به سوره تکویر. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، یادار هنگامی که آفتاب تابان تاریک شود و ستارگان آسمان تیره شوند و فرو ریزند و کوه ها به حرکت درآیند و شتران بار خود به کلی رها کنند و بدور افکنند و هنگامی که وحوش به عرصه قیامت محشور شوند و هنگامی که دریاها شعله ور گردند و هنگامی که نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز پرسند که آن بیگناهان را شما به چه جرم و گناه کشتید و هنگامی که نامه اعمال خلق گشوده شود و هنگامی که آسمان را از جای برکنند و هنگامی که آتش دوزخ را سخت بیافروزند و هنگامی که بهشت را به اهلش نزدیک سازند. در آن هنگام هر نفسی آنجا هر آنچه بر خود حاضر کرده همه را بداند. چنین نیست؟ قسم یاد می کنم به ستارگان بازگردنده که به گردش آیند و در مکان خود رخ پنهان کنند. قسم به شب تار هنگامی که روی جهان را تاریک گرداند و قسم به صبح روشن وقتی که دم زند، که همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حق است و نزد خدای مقتدر عرش با جاه و منزلت است.
و فرمانده فرشتگان و امین وحی خداست و رسول عصر شما هرگز دیوانه نیست و او امین وحی جبرئیل را در افق اعلای مشرق درست مشاهده کرد و این رسول شما بر وحی از عالم غیب بخل نمی برزد و قرآن او هرگز کلام شیطان مردود نیست. پس شما به کجا می روید؟ این قرآن عظیم جز پند و نصیحت اهل عالم هیچ نیست تا هر که از شما بندگان بخواهد راه راست پیش گیرد و شما کافران راه حق را نمی خواهید مگر خدای آفریننده عالم بخواهد. سوره انفطار در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان این سوره را آغاز می کنیم. ای رسول ما، یاد کن روز قیامت را، هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان آسمان فرو ریزند و هنگامی که آب دریاها روان گردد و هنگامی که خلایق از قبرها برانگیخته شوند. آن هنگام است که هر شخصی به هر چه مقدم و مؤخر انجام داده همه را بداند. ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی؟ آن خدایی که تو را از عدم به وجود آورد، به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال برگزید و حالان که به هر صورتی که خواستی خلق توانستی کرد. چنین نیست که شما روز جزا را تکذیب می کنید. البته نگهبانها بر مراقبت احوال و اعمال شما مأمورند که آنها نویسندگان اعمال شما و فرشته مقرب خدایند. شما هر چه کنید همه را می دانند. نیکوکاران عالم در بهشت پرنعمتند و بدکاران در آتش دوزخ معذبند و روز جزا به آن دوزخ درفتند و هیچ از آن آتش دور نتوانند بود. و تو چگونه به روز جزا آگاه توانی شد؟ باز هم عظمت آن روز جزا را چگونه توانی دانست؟ آن روز هیچ کس برای کسی قادر بر هیچ کار نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خداست. سوره متففین در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. وای به حال کم فروشان، آنان که چون به کیل چیزی از مردم بستانند و تمام بستانند و چون چیزی بدهند در کیل و وزن به مردم کم بدهند. آیا آنها نمی دانند روزی برای مجازات برانگیخته می شوند که آن بسیار روز بزرگی است، روزی است که مردم در حضور پروردگار عالم می ایستند؟ چنین نیست؟ البته روز قیامت بدکاران با نامه عمل سیاهشان در عذاب گرفتارند و چگونه به حقیقت آن روز آگاه توانند شد؟ کتابی است که به قلم حق نوشته شده. وای به حال منکران قرآن، آنان که روز جزا را تکذیب می کنند، در صورتی که آن روز را کسی تکذیب نمی کند مگر ظالمان و بدکاران عالم که برای آنها چون آیات ما تلاوت شود گویند این سخنان افسانه پیشینیان است. چنین نیست، بلکه ظلمت ظلم و بدکاری هایشان بر دلهای آنها غلبه کرده است. چنین نیست که می پندارند، بلکه آنها از معرفت پروردگارشان محجوب و محرومند. سپس روزی آنها را به آتش دوزخ درافکنند و به آنها گویند این همان دوزخی است که تکذیب آن می کردید. چنین نیست که شما کافران پنداشتید امروز نکوکاران عالم با نامه اعمالشان در بهشت خواهند رفت؟ و چگونه به حقیقت آن آگاه توانی شد؟ کتابی است نوشته شده و مقربان درگاه حق به مشاهده آن مقام نائل شوند. محققا نیکوکاران در بهشت ابد متنعمند. آنجا بر تختهای عزت تکیه زنند و نعمتهای خدا را بنگرند و در رخسارشان نشاط و شادمانی نعیم بهشتی پدیدار است و ساقیان حور و غلمان به آنها شراب ناب بنوشانند و عاقلان بر این نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند. ترکیب طبع آن شراب ناب از عالم بالاست، سرچشمه ای که مقربان خدا از آن می نوشند. همانا بدکاران بر اهل ایمان می خندند و چون به آنها برخورد کنند به چشم طعن و استهزا بنگرند و چون از محفل مؤمنان آن بدکار مردم به سوی کسان خود بازگردند به سخن مزاح و فکاهی با هم تفریح می کنند و چون مؤمنان را ببینند گویند اینان به حقیقت مردم گمراهی هستند، در صورتی که ما آن بدان را موکل کار و نگهبان اعمال مؤمنان نکرده ایم. پس امروز اهل ایمان
به کفار میخندند و بر تختهای عزت تکیه میزنند. آیا پاداشی که در آخرت به کافران میدهند جز نتیجه اعمال زشتی است که در دنیا کرده اند؟ میرسیم به سوره انشقاق. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول، بیادار هنگامی که آسمان شکافته شود و به فرمان حق گوش فرا دارد، و البته آسمان مخلوق خداست، سزد که فرمان او پذیرد، و هنگامی که زمین وسیع و منبسط شود و پستی و بلندی های آن هموار گردد و هرچه در درون دل پنهان داشته همه را به کلی بیرون افکند و به فرمان خدا گوش فرا دهد، و البته که زمین مخلوق حق است، سزد که فرمان او پذیرد. ای انسان، البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت و عبادت حق بکوشی، عاقبت حضور پروردگار خود می روی و نائل به ملاقات او می شوی. پس هر کس را در آن روز نامه اعمال به دست راست دهند، آن کس بسیار حسابش آسان کنند و او به سوی کسان و خیشانش مسرور و شادمان خواهد رفت. و آن کس که نامه اعمالش از پشت سر دهند، او بر هلاک خود آه و فریاد حسرت بسیار کند و به آتش سوزان دوزخ درافتد، که او میان کسانش بسیار مغرور و مسرور بود و گمان کرد که ابدا به سوی خدا باز نخواهد گشت. بله، خدا به احوال و اعمال او کاملا آگاه است. چنین نیست که خدا از عمل مخلوقش آگه نباشد. قسم به شفق و روشنی اول غروب، قسم به شب و آنچه درو گرد آمده، و قسم به ماه هنگامی که تماماً فروزان شود، قسم به این امور که شما احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ از نخستین خلقت تا مرگ و برزخ و ورود به بهشت و دوزخ را خواهید یافت، که همه به امر خداست. پس کافران از چه رو به خدا ایمان نمی آورند و چرا چون بر آنان آیات قرآن تلاوت شد سجده حق نمی کنند؟ بلکه آن مردم کافر قرآن خدا را تکذیب می کنند و خدا به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. ای رسول، آنها را به عذاب دردناک دوزخ بشارت ده، مگر آنان که ایمان آرند و نیکوکار شوند، که آنها را اجری بی منت و ثوابی بی نهایت خواهد بود. می رسیم به سوره بروج که در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به برج‌های 12 گانه علم فلک، و قسم به روز موعود، و قسم به شاهد عالم پیغمبر خاتم، و به شهود او قیامت. قسم به اینان که اصحاب اخدود همه کشته و نابود شدند، همان مردم ظالمی که آتش سختی به جان خلق برافروختند، که بیرحمانه بر کنار آن خندقهای آتش بنشستند و سوختن مؤمنانی که به آتش افکندند مشاهده می کردند، و با آن مؤمنان که بسوختند هیچ عداوتی نداشتند و جرمی ندانستند جز آن که آنان به خدای مقتدر ایمان آورده بودند، آن خدایی که مالک زمین و آسمان هاست و بر هرچه در عالم است به علم ازلی گواه است. آنان که چون اصحاب اخدود مردان و زنان با ایمان را به آتش فتنه و عذاب سوختند، بر آنها عذاب جهنم و آتش سوزان دوزخ مهیاست. آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند، برای آنها البته در بهشت باغ‌هایی است که زیر درختانش نهرها جاری است. این بهشت ابد به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگی است. مؤاخذه و انتقام خدا بسیار سخت است. او به حقیقت نخست خلق را آفرید و باز به عرصه قیامت باز می گرداند، و هم او بسیار آمرزنده و مهربان است، و خداوند عرش اقتدار و عزت است، و هرچه بخواهد آن را در کمال قدرت و اختیار انجام دهد. ای رسول، آیا احوال لشکرهای شاهان گذشته بر تو حکایت شده است؟ داستان فرعون و قوم سمود؟ بله، آنان که کافرند به تکذیب قرآن، که بزرگترین کتاب آسمانی است و خدا بر همه احوال و افعال آنها محیط است، بلکه این کتاب قرآن بزرگوار در لوح محفوظ حق نگاشته شده است. می رسیم به سوره طارق که در مکه معظمه نازل شده.
به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به آسمان و قسم به طارق آن. طارق همان ستاره درخشان است که نورش فرو رود. قسم به اینان که هر شخصی را البته مراقب و نگهبانی است. انسان مغرور در بد به خلقت خود اگر بنگرد، میبیند که از چه آفریده شده است. از آب نطفه خلق گردیده. خدایی که او را آفرید، البته بر زنده کردنش پس از مرگ نیز قادر است. روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود و آن روز قوتی در خیش و یاوری بر نجات خود نمییابد. قسم به آسمان فرو ریزنده باران و قسم به زمین گیاه روینده که قرآن به حقیقت کلام جدا کننده حق از باطل است و هرگز سخن بیهوده نیست. و دشمنان اسلام هرچه بتوانند کید و مکر می کنند و ما هم در مقابل مکرشان مکر خواهیم کرد. پس تو ای رسول اندکی کافران را مهلت ده. سوره اعلی در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 19 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، به نام خدای خود که برتر از همه موجودات است به تسبیح و ستایش مشغول باش. آن خدایی که عالم را خلق کرد و همه را به حد کمال خود رسانید. آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه‌ای داده و به راه کمالش هدایت نمود. آن خدایی که گیاه را سبز و خرم از زمین برویانید و آنگاه خشک و سیاه گردانید. و ما آیات قرآن را بر تو مکرر قرائت می‌کنیم تا هیچ فراموش نکنی، مگر آنچه خدا خواهد که او به امور آشکار و پنهان عالم آگاه است. و ما تو را بر طریقه آسان موفق می داریم. پس به آیات الهی خلق را اگر سودمند افتد متذکر ساز. البته هر که خدا ترس باشد به این تذکر پند می گیرد و آن که بد ذات است از آن پند و موعظه الهی دوری می کند و آن کس به آتش بسیار سخت دوزخ در افتد. در آن دوزخ نه بمیرد نه زنده و برخوردار از زندگانی باشد. و حقا که فلاح و رستگاری یافت آن کسی است که تزکیه نفس کرد و به ذکر نام خدا به نماز پرداخت. اما مردم از جهل به سوی سعادت نمی روند، بلکه زندگانی دنیا را انتخاب کنند و عزیز دارند، در صورتی که منزل آخرت بسی بهتر و پاینده تر است. این گفتار به حقیقت در کتب رسولان پیشین ذکر شده، به خصوص در صحف ابراهیم و تورات موسی مفصل بیان گردیده است. می رسیم به سوره غاشیه که این سوره در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، آیا خبر هولناک قیامت و بلیه عالمگیر محشر بر تو حکایت شده است که آن روز رخسار گروهی ترسناک و ذلیل باشد و همه کارشان در آن روز رنج و مشقت باشد و پیوسته در آتش فروزان دوزخ معذب باشند و از چشمه آب گرم جهنم آب نوشند و طعامی غیر ذریع دوزخ برای آنها نیست که به آن طعام نه فربه شوند و نه سیر گردند؟ جمعی دیگر به نعمتهای بهشت رخسارشان شادمان و خندان است و از سعی و کوشش خود خوشنودند که در بهشت بلند مرتبت مقام عالی یافتند و در آنجا هیچ سخن زشت بیهوده نشنوند. در آن بهشت چشمه‌های آب جاری است و همانجا تخت‌های عالی و کرسی‌های بلند پایه نهاده‌اند و قدح‌های بزرگ گذاشته‌اند و مسند و بالش‌های مرتب داشته‌اند و فرش‌ها برایشان گسترده‌اند. آیا در خلقت شتر نمی‌نگرند که چگونه خلق شده است و در خلقت کاخ آسمان بلند فکر نمی‌کنند که چگونه با استحکام و نظم گردش و اشعه انبار نیکو آفریده شده است و کوها را نمی بینند که چگونه برافراشتند و به زمین نظر نمی کنند که چگونه گسترده است؟ ای رسول، تو خلق را به حکمتهای الهی متذکر ساز که وظیفه پیغمبری تو غیر از این نیست و تو مسلط و توانا بر آنها نیستی جز آن که هر کس روی از حق بگرداند و کافر شود او را خدا به عذابی بزرگ معذب کند که البته بازگشت آنها به سوی ماست. آنگاه جزای اعمال نیک و بدشان بر ما خواهد بود. سوره فجر در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 30 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان.
قسم به صبحگاه و قسم به دو شب اول ذیحجه، قسم به حق جفت و به حق فرد و قسم به شب هنگامی که به روز روشن مبدل شود. آیا در این امور که قسم به آنها یاد شد نزد اهل خرد لیاقت سوگند نیست؟ ای رسول، ندیدی که خدای تو با عاد چه کرد و نیز به اهل شهر ارم که صاحب قدرت و عظمت بودند چگونه کیفر داد؟ در صورتی که مانند آن شهر در استحکام و بزرگی و تنعم در بلاد عالم نبود و نیز به قوم سمود که سنگ را شکافته و کاخها برای خود از سنگ می ساختند برای آنها چه کیفر سختی مهیا شد؟ و نیز فرعون را که صاحب قدرت و سپاه بسیار بود چگونه به دریای هلاک غرق نمود؟ برای اینکه در روی زمین ظلم و طغیان کردند و بسیار فساد برانگیختند تا آنکه خدای تو بر آنها عذاب پی در پی فرستاد. ای رسول، خدای تو البته در کمین ستمکاران است، اما انسان چون خدا او را به رنج و غمی مبتلا سازد، سپس به کرم خود او را نعمتی برای آزمایش و امتحان بخشد، در آن حال مغرور نعمت شود و گوید خدا مرا عزیز و گرامی داشت، و چون او را باز برای آزمودن فقیر کرد گوید خدا مرا خوار گردانید. چنین نیست، بلکه چون هرگز یتیم نوازی نکرده است و فقیر را بر سر سفره طعام خود به میل و رغبت ننشانده است و مال ارث را به تمام خورده است و سخت فریفته و مایل به مال دنیا می باشد. چنین نیست که دنیا طلبان پندارند روزی که از زلزله پی در پی زمین به کلی خرد و متلاشی شود و آن هنگام به امر خدا فرشتگان صف در صف به عرصه محشر آیند و آن روز جهنم را پدید بیاورند و همان روز آدمی متذکر کار خود گردد و تذکر در آن روز چه سودی به حال او دارد و با حسرت گوید ای کاش در دنیا برای زندگانی ابدی امروزم کار خیری انجام می دادم و آن روز به مانند عذاب انسان کافر هیچ کس عذاب نمی کشد و آن گونه جز انسان کسی به بند هلاک گرفتار نشود. ای نفس مطمئن و دلارام، امروز به حضور پروردگارت بازآی که تو خوشنود به نعمتهای ابدی او و او راضی از توست. بازآی و در صف بندگان خاص من درآی و در بهشت من داخل شو. می رسیم به سوره بلد. به نام خدای بخشنده مهربان، سوگند به این بلد مکه معظم و مسجد کعبه محترم و قسم به پدر و فرزندان بزرگوار انسان آدم و فرزندان خدا پرست او که ما نوع انسان را به حقیقت در رنج و مشقت آفریدیم. آیا انسان پندارد که هیچ کس بر او توانایی ندارد و میگوید من مال بسیاری تلف کردم؟ آیا ما به او دو چشم عطا نکردیم و زبان و دو لب برای سخن به او ندادیم و راه خیر و شر را به او نشان ندادیم؟ باز هم به عقبه تکلیف تندر نداده است و چگونه توان دانست که آن عقبه چیست؟ آن عقبه بنده در راه خدا آزاد کردن است و طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی است و یا به یتیم خیشاوند خود احسان کردن و یا به فقیر خاک نشین و آنگاه هم از آنان باشد که به خدا ایمان آورده و یکدیگر را با صبر و مهربانی با خلق سفارش می کنند که آنها اهل یمین و از سعادتمندانند و آنان که به آیات ما کافر شدند آنها اهل شومی و شقاوتند. بر آن کافران آتشی سرپوشیده احاطه خواهد شد. می رسیم به سوره شمس. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به آفتاب و تابش هنگام رفعتش، قسم به ماه که پیرو آفتاب درخشان است و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن سازد و به شب وقتی که عالم را در پرده سیاهی کشد و قسم به آسمان بلند و آن که این کاخ رفی را بنا کرد و به زمین و آن که آن را بگسترد و قسم به نفس و آن که او را نیکو بیافرید و به او شر و خیر را الهام کرد که هر کس نفس ناطقه خود را از گناه و بدکاری پاک و منزه سازد به یقین رستگار خواهد بود و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند البته زیانکار خواهد گشت. طایفه سمود از غرور و سرکشی پیغمبر خود صالح را تکذیب کرد.
هنگامی که شقی ترینشان برانگیخته شد و رسول خدا صالح به آنها گفت این ناقه آیت خداست، از خدا بترسید و آن را سیراب گردانید. در آن هنگام آن قوم رسول خود را تکذیب و ناقه او را پی کردند. خدا هم آنان را به کیفر گناهشان هلاک ساخت و شهرشان را با خاک یکسان نمود و هیچ باک از هلاک آنها نداشت. میرسیم به سوره اللیل که در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به شب تار هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند و قسم به روز هنگامی که عالم را به ظهور خود روشن سازد و قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نر و ماده بیافرید. قسم به این آیات الهی که سعی و کوشش شما مردم بسیار مختلف است، اما هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیز کار شد و به نیکویی تصدیق کرد، ما هم البته کار او را سهل و آسان می گردانیم. اما هر کس بخل برزد و از جهل و غرور خود را از لطف خدا بی نیاز دانست و نیکویی را تکذیب کرد، پس به زودی کار او را دشوار می کنیم و گاه از عذاب و هلاکت داراییش وی را هیچ نجات نتواند داد و البته بر ماست که خلق را هدایت کنیم و ملک دنیا و آخرت از ماست. من شما را از آتش شعله بر دوزخ ترسانیدم و آگاه ساختم. هیچ کس در آن آتش در نیفتد مگر شقی ترین خلق، همان کس که آیات خدا را تکذیب کرد و روی از آن بگردانید. و اهل تقوا از آن آتش دوری جستند و آنها مال خود را به فقیران اسلام به وجه زکات اعطا کردند و آنها البته در بهشت آخرت به آن نعمتهای ابدی خوشنود خواهند گردید. میرسیم به سوره الضحا که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 11 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به روز روشن یا هنگام ظهر آن و قسم به شب یا هنگام آرامش آن که خدای تو هیچگاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است و البته عالم آخرت برای تو بسی بهتر از نشئه دنیاست و پروردگار تو به زودی به تو چندان مقام شفاعت عطا کند که تو راضی شوی. آیا خدا تو را یتیمی نیافت که در پناه خود جای داد و تو را در بیابان مکه ره گم کرده و حیران یافت و رهنمایی کرد و باز تو را فقیر یافت و به دولت نبوت توانگر کرد؟ پس تو هم یتیم را هرگز میازار و فقیر سائل را هیچ از درت به زجر مران و نعمت پروردگارت را بازگو. میرسیم به سوره انشراک در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول گرامی، آیا ما تو را شرح صدر عطا نکردیم و بار سنگین گناه را از تو دور نداشتیم؟ در صورتی که آن بار سنگین ممکن بود پشت تو را گران دارد و نام نیکوی تو را در عالم بلند کردیم. پس با هر سختی البته آسانی هست و با هر آسانی البته سختی هست. پس تو چون به نماز طاعت پرداختی، برای دعا همت مصروف دار و به سوی خدای خود همیشه مشتاق باش. سوره التین در مکه معظمه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به تین و زیتون و قسم به طور سینا و قسم به این شهر امن و امان مکه معظمه که ما انسان را بیافریدیم، سپس به اسفل السافلین برگردانیدیم، مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمی عطا کردیم. پس ای انسان مشرک ناسپاس، چه تو را برانداشت که دین حق را تکذیب کنی؟ آیا خدا مقتدرتر و عادلترین حکم فرمایان عالم نیست؟ میرسیم به سوره العلق که در مکه معظمه این سوره نازل شد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول، قرآن را به نام پروردگارت که خدای آفریننده عالم است برای خلق قرائت کن. آن خدایی که آدمی را از خون بسته بیافرید. بخوان قرآن را و پروردگار تو کریم ترین کریمان عالم است. آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدم آنچه را که نمی‌دانست به الهام خود تعلیم داد. باز چرا انسان از کفر و طغیان باز نمی‌ایستد و سرکش و مغرور می‌شود؟ چون که به قناع و دارایی می‌رسد، بترسد که محققاً به سوی پروردگار باز خواهد گشت. ای رسول ما، دیدی آن کس را که منع و تمسخر می‌کرد؟ آن بنده خدایی را که به نماز مشغول شد؟ آیا چه می‌بینی اگر آن رسول به راه راست باشد و خلق را به تقوا و پرهیزکاری امر کند؟
آیا شما مردم بر این کس که حق را تکذیب می کند و از رسول او روی می گرداند چه رأی می دهید؟ آیا او ندانست که خدا اعمال زشتش را می بیند؟ اگر او از کفر و ظلم و تکذیبش دست نکشد، البته خدا موی پیشانیش به قهر و انتقام بگیرد، آن پیشانی دروغ زن خطا پیشه را. آنگاه او هر کرا خواهد بخواند و ما هم فرشتگان قهر و عذاب که زبانیه دوزخند برای گرفتن او میخوانیم. ای رسول گرامی، چنین نیست که ابو جهل پنداشته. تو هیچ از او اطاعت مکن و به نماز و سجده خدا پرداز و به حق نزدیک شو. سوره قدر در مکه معظمه نازل شده به نام خدای بخشنده مهربان. ما این قرآن عظیم الشان را در شب قدر نازل کردیم، چه تو را به عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد؟ شب قدر به مقام و مرتبه از هزار ماه بهتر و بالاتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان و دستور الهی و سرنوشت خلق نازل گردانند. این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه. سوره بینه در مدینه طیبه نازل شده به نام خدای بخشنده مهربان. کافران اهل کتاب و مشرکان منفک نبودند تا آنکه برهان آنها آمد و رسولی از جانب خدا فرستاده شد تا کتب آسمانی پاک و منزه را برای آنها تلاوت کند که در آن کتاب نامه‌های حقیقت و راستی مستور است و اهل کتاب در حق این رسول راه تفرقه و خلاف نپیمودند مگر پس از آنکه آنها را حجت کامل بر حقانیت رسول آمد و امر نشدند مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین اسلام پرستش کنند و از غیر دین حق روی بگردانند، نماز به پا دارند، زکات به فقیران بدهند و این است دین درست. محققاً آنان که از اهل کتاب کافر شدند، آنها با مشرکان همه در آتش دوزخند و در آن همیشه معذبند و آنها به حقیقت بدترین خلقند. و آنان که به خدای یکتا ایمان آوردند و نیکوکار شدند، آنها به حقیقت بهترین اهل عالمند. پاداش آنها نزد خدا باغ‌های بهشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاری است و در آن بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خوشنود و آنها هم از خدا راضی هستند و این بهشت مخصوص کسی است که از خدا ترسید. سوره زلزال در مدینه طیبه نازل شده به نام خدای بخشنده مهربان. هنگامی که زمین به سخت‌ترین زلزله خود بلرزه درآید و بارهای سنگین اسرار درون خیش همه را از دل خاک بیرون افکند، در آن روز محشر آدمی گوید زمین را چه پیش آمد. آن هنگام زمین مردم را به حوادث بزرگ خیش آگاه می سازد که خدا به او چنین الهام کند. در آن روز قیامت مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا نتیجه اعمال خود را ببینند و هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده پاداش آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید. می رسیم به سوره عادیات که در مکه معظمه نازل شده به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به اسبانی که نفسشان در جهاد به شماره افتاد و در تاختن از سم آنها بر سنگ آتش افروختند و صبحگاه آنها را به غارت گرفتند و گرد و غبار برانگیختند و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت و ناسپاس است و خدا و یا خود او بر این ناسپاسی البته گواهی خواهد داد و هم او بر حب مال دنیا سخت فریفته و بخیل است. آیا آدمی نمی داند که روزی از قبرها برانگیخته می شود و آنچه در دلها پنهان است همه را پدیدار می سازد؟ محققاً آن روز پروردگار از کردارشان کاملا آگاه است. سوره قارعه در مکه معظمه نازل شده به نام خدای بخشنده مهربان. قارعه چیست؟ همان روز وحشت و استراب که دلهای خلایق را از ترس در هم کوبد. چگونه حالت آن روز هولناک را تصور توانی کرد؟ در آن روز سخت مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند و کوه‌ها از هیبت آن روز همچون پشم زده متلاشی گردد. پس آن روز عمل هر کس را در میزان حق و وزنی باشد، در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود و عمل هر کس بی قدر و سبک وزن است، جایگاهش در قعر حاویه جهنم است
و چگونه سختی حاویه را تصور توانی کرد. حاویه همان آتش سخت سوزنده و گدازنده است. می رسیم به سوره تکاثر. به هوش آیید که شما مردم را بسیاری اموال و فرزند و عشیره سخت غافل داشته است، تا آنجا که به گور و ملاقات اهل قبور رفتید. آنچنین است که به زودی خواهید دانست. باز هم حقا خواهید دانست، حقا اگر به طور یقین می دانستید. البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد و سپس به چشم یقین می بینید. آنگاه از نعمتها شما را در آنجا باز پرسند. سوره عصر. قسم به عصر که انسان همه در خسارت و زیان است، مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند. سوره همزه. وای بر هر عیبجوی هرزه زبان، همان کسی که مال جمع کرد و دائم به حساب و شماره اش سرگرم است. پندارد که مال و دارایی دنیا برای ابدش خواهد بود. چنین نیست، بلکه محققا به آتش دوزخ سوزان در افتد. آتشی که چگونه تصور سختی آن تواند کرد؟ آن آتش را خدا برافروخته و شراره آن بر دلهای کافران شعله ور است. آتشی که بر آنها از هر سو احاطه شده است و مانند ستونهای بلند زبانه کشیده است. سوره فیل. ای رسول ما، ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل چه کرد؟ و کید و تدبیری که برای خرابی کعبه اندیشیدند تباه کرد و بر هلاک آنها مرغان ابابیل را فرستاد، تا آن سپاه را به سنگهای سجیل سنگ باران کردند و تنشان چون علفی زیر دندان حیوان خورد گردانید. سوره قریش. برای آنکه قریش با هم انس و الفت گیرند، الفتی که در سفرهای زمستان ثابت و برقرار بماند، پس باید یگان خدای کعبه را پرستند که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطر ایشان را ایمن ساخت. سوره ماعون. ای رسول، آیا دیدی آن کس را که روز جزا را انکار می کرد؟ این همان شخص بیرحم است که یتیم را در خود به قهر می راند و کسی را بر اطعام فقیر ترغیب نمی کند. پس وای بر آن نمازگزاران که دل از یاد خدا غافل دارند، همانان که به ریا و خودنمایی نمازگزارند و طاعت کنند و زکات و احسان را از فقیران منع کنند. می رسیم به سوره کوثر. ای رسول ما، تو را عطای بسیار بخشیدیم، به تو نام نیکو و کثرت فرزند و نهر کوثر و مقام شفاعت از لطف خود عطا کردیم، پس تو هم برای خدا به نماز و قربانی بپرداز که محققا دشمن بدگوی تو عاص بن وائل مقطوع النسل است. سوره کافرون. ای رسول ما، بگو ای کافران مشرک، من آن بتان را که شما به خدایی می پرستید هرگز نمی پرستم و شما هم آن خدای یکتایی که من پرستش می کنم پرستش نمی کنید. نه من خدایان باطل شما را عبادت می کنم و نه شما یکتا خدای معبود مرا عبادت خواهید کرد. پس اینک دین شما برای شما باشد و دین من برای من. سوره نصر. چون هنگام فتح و پیروزی خدا فرا رسد و در آن روز مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل می شوند، در آن وقت خدای خود را حمد و ستایش کن و پاک و منزه دان و از او مغفرت و آمرزش طلب که او خدای بسیار توبه پذیر است. سوره لهب. ابو لهب نابود شود و دو دستش که سنگ به رسول می افکند قطع گردد. مال و ثروتی که اندوخته هیچ به کارش نیاید و از هلاکش نرهاند. زود باشد که به دوزخ در آتشی شعله ور درافتد و همسرش هیزم آتش دوزخ را برافروزد، در حالی که تنابی از لیف خرما به گردن دارد. سوره اخلاص. ای رسول ما، به خلق بگو او خدای یکتاست، آن خدایی که از همه بی نیاز و همه عالم به او نیازمندند. نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی است و نه هیچ کس مثل و همتای اوست. سوره فلق. ای رسول ما، بگو من از شر مخلوقات پناه می جویم به خدای فروزنده صبح روشن و از شر شب تار هنگامی که درآید و از شر زنان افسونگر چون به جادو در گره ها بدمند و از شر حسود بدخواه چون آتش رشک و حسد برافروزد. و می رسیم به آخرین سوره، سوره الناس که در مدینه طیبه نازل شده. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، بگو من پناه می جویم به پروردگار آدمیان، پادشاه آدمیان، الله یکتا معبود آدمیان.
از شر وسوسه شیطان، آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان، چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان.